بهند واحد یکتا کنم آغاز دیوان را، به فضل واجد دانا دهم انجام و عنوان را. هو الله الذی خانم نبود غیر او ذاته، بود دانای غیب هم بداند سر پنهان را. سپاس و ستایش بیکران پروردگار را که با زمزمه عشق خود در گوش جان آدم خاکی شور افسون اجازگونه یافرید، و درود بر روان پاک آخرین فرستادش حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که با آواز عاشقانه‌اش جهان را وزن و آهنگ تازه بخشید، و با نوای خوش آهنگین پروردگار هستی که وزن ساز هستی است، با کلام او یعنی قرآن و در گوش دلها شوران شوران زمزمه کرد، و تشریف آوری تک تک شما خردمندان علم دانش را در محفل امروزی تحت عنوان روز جهانی موصل خیر مقدم گفته و از بارگاه ایزید منان صحت کامل و موفقیت های مزید برای شما خوبان استدعا دارم. تو رحیمی، تو رحمانی، لوی خدایا، تو رحیمی، تو رحمانی، لوی خدایا، تو سردار در طول جهانی، لوی خدایا، پاک سپیتل الوار مقام لری خوانده، پاک سپیتل الوار مقام لری خوانده، تو خالق سبحانی، لوی خدایا. طول عزتمندو او قدرمنو ملمنو تا دنن پروگرام تا خراغ لاست وایم. هلمنده یم چې زمونږ نننی ورځ پروگرام تاسو ته په زړه پورې وي. زه هم په خپل وار تاسو ګرانو محصلینو ته د محصلینو ورځ مبارکي وایم. هیله کوم چې ټول محصلین خپلو هیلو ته ورسیږي. اوس له ښاغلی امید حضرتي څخه هیله کوم چې راشي او تاسو ته یو څو آیتونه د قرآن عظیم الشان تلاوت کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم، وصدق الرسول النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. تشکر از جناب قاری صاحب. عمر شما زمان آغاز می شود که اختیار زندگی خیش را در دست می گیرید. آفتاب به گیاه حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد. اکنون از شخصیت سخنور محترم حمیرا فرینگیار، رئیس سه صاحب موسی تحصیلات عالی طبی چراغ، خواهشمندیم تا در رابطه ایراد سخن فرمایند. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو هم ره نمایی. قبل از همه تشریف آوری جناب عالی قدر پا
پوهان عبدالواسع سلطانی حامل تحقیقات پوهنتون کابل شف دیپارتمنت اندوکراین هیئت محترم رهبری مؤسسه تحصیلات عالی تیوی چراغ اساتید عالی قدر کارمندان محترم و محصلین عزیز را در محفل گرامی داشت از روز جهانی محصل خیر مقدم گفته و جا دارد به نمایندگی از هیئت رهبری پوهنتون تیوی چراغ صمیمانه‌ترین تبریکات خیش را به مناسبت روز جهانی محصل خدمت شما تک تک محصلین عزیز تبریک و تهنیت عرض نمایم. جوانان فریخته، امید برای هر کسی مطلوب و خوب است، اما برای جوانان مطلوب تر و لازم تر، چرا که جوان بدون انگیزه و نشاط و امید مثل جسد بدون روح است. امید همانند روح در بدن جوان است. جوانانی که در همه کارها عامل اصلی را خداوند بدانند و بفهمند که اگر او بخواهد هر کاری شدنی هست، آنگاه دیگر دل به عامل دیگری نمی بندند و امید در او تقویت می شود، چرا که خداوند منبع قدرت بی نهایت است و دوستان خیش را تنها نخواهد گذاشت. لذا با توکل به پروردگار در هر کاری که امید به موفقیت در آن کار افزایش پیدا می کند و این توکل شاخص مهم در تقویت امید است. محصلین عزیز، حضور جوانان در افغانستان در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی رو به رشد است. در کران این واقعیت که از لحاظ جمعیتی بخش عمده نفوس افغانستان را 63.7% جوانان تشکیل می دهد. جوانان سرمایه اصلی کشورها برای پیشرفت جامعه‌شان پنداشته می شود. دوره جوانی که مصادف است با بلوغ کامل، آشنایی با تفکر منطقی و دانستن مسائل اخلاقی و اجتماعی، از آن باید به نوع احسن برای تعلیم جوانان مؤمن استفاده نمود. جوانان مؤمن با داشتن ایمان راسخ به ذات الهی و پیروی از اوامر صفاتی دارند که نقش تعیین کننده را در جامعه داشته، زیرا بهترین، مبتکرترین افراد در راه ترقی پیشرفت جامعه جوانانند. احساس مسئولیت جوانان را وامی دارد تا با پلان‌گذاری، نظم و برنامه سازی روزمره خیش را از گذرانیدن وقت گرانبهای خود به بی برنامگی و اعمال زشت و ناپسند اجتناب نموده و وقت را صرف آموختن علم و طاعت از اوامر الهی نمایند. چنانچه اسب ارشاد نبوی صلی الله علیه و سلم، مسلمانان مکلف است فرصت جوانی را قبل از فرارسیدن کهولت و پیری غنیمت شمارد و از آن کمال استفاده را در راه خیر و طاعت و پیروی نعمت شمارد و خیر و طاعت نماید. چه خوب است اگر انسان با اغتنام مرحله جوانی از همه توانمندی جسمی و طاقت و نیرویش در مسیر عبادات و رضای الهی نهایت بهره‌گیری علم و دانش را استفاده نماید. محصلین عزیز و ارجمند، جای بسا افتخار است که محصلین پوهنتون تیوی چراغ مانند سالهای قبل به دستاوردهای بی‌شایبه نایل آمدند. از جمله اشراک وسیع محصلین در امتحان انترنس، شورای تیبی، امتحان پلاب و امتحان SFMG که و به دست آوردن درجه های عالی ممتاز به محصلین برحال، این همه موفقیت های مزید است که پاشایان ذکر است که محترمه تحمینه سلطانی و دکتر شبیر احمد علی زی مقام اول را در امتحان اکمال تخصص در پرنسیپ داخله به دست آورده که صمیمانه‌ترین تبریکات خیش را خدمت خودشان، خدمت خانواده های عزیز، خدمت هیئت رهبری، اساتید محترم و شما محصلین عزیز تبریک و تهنیت عرض نموده و برایشان موفقیت های مزید را از بارگاه عزت متعال مسئلت می نمایم. امیدوارم که شما محصلین عزیز کارکردهای ایشان را الگوی خیش قرار دهید و همواره جهت رسیدن به اهداف و والایتان گام های متین و استوار بردارید تا باشد مانند آنها دستاوردهای عالی به دست آورده و مصدر خدمت به هموطنان رنج کشیده خیش که امروز یک تعداد از نداشتن دسترسی به امکانات و عرضه خدمات صحی محرومند، تا باشد شما چپن سپیدان مانند کبوتران سال
در فراهم نمودن امکانات بهتر صحی برای هموطنان خیش آماده هر نوع خدمت بشر دوستانه گردید. در اخیر یک بار دیگر به شما محصلین فریخته اطمینان می دهم که اداره پوهنتون طبی چراغ همواره سعی و تلاش می ورزد تا بهترین تسهیلات را برای شما فراهم نموده تا باشد به قلعه‌های بلند موفقیت برسید. درنو حاضرین و او معزز و محصلین و اوز ده حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ده حدیث پلوستلو خپل خبری تا پای ترسوم. ترجمه: سوک چی پا دنیا کشید یا مومن سخت آسان کری، پا خدای پا ده آخرت که ده سخت آسان کری. سوک چی دل استنگی سر آسانی وکری، خدای به ده سر پا آخرت کشی آسانی وکری. سوک چی ده مسلمان عیبون پت کری، پا خدای به پا دنیا و آخرت کشی ده عیبون پت کری. پا خدای ده خپل بنده سر مرسته کوی، تر سوک چی ده خپل ورور سر مرسته کوی. سوک چی پا حسه کوی او ده علم پلار لطوی، پا خدای به جنت ده داخلی دلو اسباب ورته برابر کری. او ده هر طولگی چه ده قرآن لوستلو لپاره جومات یا بلزای کشی راغون شی، ده پا خدای مهربانی ورپا برخه کیجی. او سوک چه پا شاه مال نلری او لده کبلا ارست پاتی وی، نو ده نصب پا واسطه مخی نشه تلای. از توجه شما یک جهان اظهار سپاس. د مؤسسه رئیس آقای همایرا فرهنگی ارزخه یوه ورنه مننه. طبابت یو ډیر لوی او ارزښناک مسلک دی چې د الله جل جلاله وسیله ده چې ناروغانو ته درملنه وکړي، او که هر ځای کې طبابت ته علاقه وي، په هغه ځای کې به علاقه انسانیت ته هم وي. نو طبابت هم د الله جل جلاله یو لوی نعمت دی. اوس د علمی معاون ښاغلی پوهندوی ډاکټر همایون مصطفی څخه هیله کوم چې استیج سر ته راشي او خپل ارزښتناکې ویناوې موږ ته وړاندې کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه جناب پوهان صاحب سلطانی، هیئت رهبری و استادان نهایت عزیز، محصلین گرانقدر، ما به نمایندگی از هیئت رهبری مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ و بخش اکادمیک مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ این روز پرمیمنت خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. در این قسمت ما فقط خلاص یک همی انترنشنال دیز آف ستودنت ما بر شما میگم که چرا در این روز تجلیل میشه. در سالهای جنگ جهانی که کشورهای اروپایی تحت اشغال نازی ها قرار داشتن، در این روز در کشور چکسلواکیا در شهر پراگ محصلینشان در سال 1939 خواستند که روز آزادی خود را تجلیل بکنند، و در او وقت کشور چکسلواکیا تحت اشغال نازی ها قرار داشت. در این روز باز هم محصلین فاکولته طب از اونا پیش قدم شدن و این تظاهرات رهبری میکردن. البته به تاریخ 15 ماه اکتبر اینا تظاهرات خود آغاز کردن به ضد نازی ها. همی بود که در همی روز نازی ها تصمیم گرفتن که این تظاهرات سرکوب بکنن، و این تظاهرات به خاطر بود که پوهندون ها مکاتب تمامشان اینا تحت اشغال از اونا قرار داشت و تمام پوهندون ها رخصت بودن و استادا هم در خانه بودن، و اینا خواستند که پوهنتونا آغاز شود دوباره و اینا در درس خود ادامه بدن. نازی ها بالای از این تظاهر کننده ها حمله میکنن و بالاخره یک محصل پیشتازه که در فاکولته طب اونا درس میخواندن، او جان پاپلتل نام داشت که همین تظاهرات رهبری میکرد، و در این وقت ای شدیدن زخمی میشه و بعد از مدت 3 روز ای میمیره. البته به می تاریخ اینا جسد از ایره می خواهند که به فامیلش انتقال بتن و با یک تظاهرات بسیار وسیع جسد از ایره انتقال میتن که این روز 17 نوامبر است. بناهن بعد از اینکه جنگ جهانی خاتمه پیدا میکنه، در شهر لندن در حدود 15 الی 16 کشور اروپایی تصمیم میگیرن که روز جهانی محصله به می تاریخ 17 نوامبر روز جهانی محصل اعلان میکنن.
و از امو تاریخ تا فعلا این روز به نام روز محصل یاد میشه و زیادتر در کشور هندوستانی همیشه تجلیل میشه. ما هم با استفاده از این فرصتی که داشتیم خواستیم که هم این روز تجلیل بکنیم و هم یک یادآوری شوه و در ضمن ما محصلای نخبه و برتر خود ما بتانیم تقدیر بکنیم، که البته ما کوشش میکنیم که در سالهای بعدی خوبتر و بتانیم که حتی محصلات تا درجه دهم خود هم ما تقدیر بکنیم. از او خاطر ما یک بار دیگر این روز بر شما تبریکی میگم و موفقیت های مزید در قبال تحصیلتان از بارگاه زد متعال خواهان هستم. تشکر از توجه. تشکر از جناب دکتر همایون مصطفی. خداوند ملت را سروری داد که تقدیرش به دست خیش بنوشت. به آن ملت سر و کاری ندارد که دهقانش برای دیگری کشت. اینک از جناب محترم دکتر شبیر احمد، یک تن از فارغ التحصیلان پانزه طب مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ که در امتحان اکمال تخصص وزارت صحت عامه در بین پانتون‌های خصوصی و دولتی حائز مقام نخست گردیدند، خواهش می‌نمایم تا با سخنانشان محفل امروزی ما را رونق بیشتر ببخشند. دلوی او بخشون که خدای پنامه پلمرای که خوزا تاسو ټول حاضرونو ته او په ځانګړې توګه اوس محترمو او قدرمنو استادانو ته، محصلینو ته او هغه ډاکټر صاحبان چې په اکمال تخصص ازموینه کې بریاوې ترلاسه کړې دي، خپل سلامونه نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. نن ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې موږ او تاسې په داسې یو غونډه کې چې د سټوډنټ ورځ یا د محصل ورځ لمانځو سر راغونډ شوي، نو زه خپل د طرفه تاسو ته د محصل د ورځې مبارکي وایم. د محصل ورځ مو مبارک سه. په دوهم قدم کې غواړم چې د چراغ طبي پوهنتون ادارې څخه ډیره مننه وکړم چې دا غونډه یې جوړه کړې ده او موږ ته یې بلنه راکړې ده، او دا ډیر د ویاړ ځای دی چې د چراغ پوهنتون محصلین په بیلابیلو ازموینو کې څه داخلي او څه د خارجي یا د نړیوال په سطحه بریاوې ترلاسه کوي. او موږ هم ویاړو چې په داسې پوهنتون کې چې کریکولم او ریفرنسونه د نړیوال معیار سره برابر دي، موږ خپله د پوهنتون دوره پای ته رسولې ده. او د دې کریکولمو او ریفرنسونو لکبل موږ وکړای سو چې په داسې ازموینه کې څه داخلي او څه نړیوال داخلي لکه د طبي شورا، د عامی روغتیا او د اف ام آی سی او داسې هم د لوړو زده کړو د اکمال تخصص پروګرام کې بریاوې ترلاسه کړې، او همداسې په نړیواله کچه چې زموږ ملګري میلا جان وکولای سو په پلاب امتحان کې بریا ترلاسه کړي، نو ډیر واقعا د ویاړ ځای دی. او اوسنی او بی سیستم چې کوم د چراغ طبي ادارې دخوا تطبیق کیږي چې هغه ته محصل محوري وایي، زه غواړم چې ووایم چې دا هم ډیر یو ښه سیستم دی او خپل ځانګړتیاوې لري. ځانګړتیاوې دا دي چې محصل ډیر فعاله ساتي، تر څو محصل وکولای شي پر وخت خپل درسونه ووایي، امروزه ووایي، د پخوا دغه ونه کې چې ټوله د امتحان شپې ته پرېږدي. نو زه هیله مند یم چې دا سیستم به په آینده کې انشاءالله تاسو ته بریاوې در نصیب کوي، او زه وایم چې دا ډیر ښه سیستم دی. او د چراغ طبي پوهنتون څخه مننه کوم چې دا سیستم اوس عملي کوي. او په اخره کې بیا هم د چراغ طبي پوهنتون ادارې څخه او په خاصه توګه د محترم استادانو څخه ډیره زیاته مننه کوم، ځکه چې زموږ سره واقعا ډیر زیار باسلی دی، او د دوی د زیار او د زحماتو نتیجه ده چې موږ نن په داسې یو ازموینو کې څه داخلي او څه نړیوالو کې
داسې بریاوی ترلاسه کړي. ډیره زیاته مننه. مننه له ډاکټر شبیر احمد څخه. یو محصل که هڅه وکړي ډیره لویه رتبو ته رسیږي، لکه چې نن موږ هغه محصلین دي چې نن لوی هغه رئیسان، ډاکټران او ښوونکي دي. نو ګرانو محصلانو، راځئ چې خپل زده کړې د نړۍ په کچه وکړو. اوس دلته هغه تصویرونه چې وینئ په هغه کسان دي چې په تخصص او نورو ازموینو کې لوړ مقامونه ترلاسه کړي دي. په دې برخه د پروګرام کې له محترمه ډاکټر تهمینه سلطانی څخه، چې د چراغ مؤسسې څخه فارغه د لوړو زده کړو د وزارت د تخصص په ازموینه کې لومړی مقام ترلاسه کړی، هیله کوم چې ستیج سرته راشي او خپل ویناوې موږ ته وړاندې کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. رب زدنی علما. به اجازه استادان محترم، محصلین گرامی و هم مسلکان عزیز، اولتر از همه روز محصل به همه شما تبریک میگم. خوشحال هستم که در طور یک روز امرای همگی استادا و محصلین و مسلکای خود یک جای میباشم. ما از اینکه در امتحان تخصص مقام اول گرفتم بسیار خوشحال هستم و همچنان سال گذشته در امتحان ماستری در پانتون طبی کابل را یافتم در بخش پابلک هلت. همه می موفقیت ها را از باعث زحمات شبانه روزی استادان گرانقدر و همچنان نصاب تدریسی پانتون چراغ می دانم که همیشه به ما کمک کردن و امی نصاب استاندارد بود، کتابای و رفرنس های استاندارد که می خواندیم که در وقت امتحان به ما بسیار کمک کننده بود. همچنان قسمت بیشتر موفقیت ما از باعث تشویق والدین گرامی خود می دانم، بخصوص مادر مهربانم که یک نعمت خداوند بر ما بود که همیشه در موفقیت های از خودم که بیشتر اونا رول داشتن. و همچنان در قسمت کریکولوم تدریسی چراغ، یک کریکولوم خیلی معتبر است، خصوصا قسمت پی بی ال و بخش های اوسکی که در ساحه عمل و در قسمت های کار عملی و ما زیاد کمک کننده است و به خاطرش از همه کسایی که در رهبری پوانتون طبی چراغ هستن تشکری خاص میکنم که بر ما زمینه تو یک فعالیت ها را مساعد ساختن. از همه و به همه هم قطاران عزیز موفقیت های بیشتر در سال آینده خواهان هستم. خدا کنه که موفقیت های بیشتر را کسب نموده سبب افتخار همه ما شوند. تشکر. تشکر از محترمه دکتر تهمینه سلطانی. شکست خوردن سخت است، اما سخت‌تر از شکست آن است که هرگز تلاش برای موفقیت نکرده باشیم. در این بخش از برنامه از جناب محترم دکتر میلاد همایون، یک تن از فارغ التحصیلان پانزده طب موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ که امتحان بسا دشوار پلب را موفقانه سپری نمودند، خواهش می نماییم تا برای ما صحبت داشته باشند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه. به اجازه استادان محترم، کوتاه در باره امتحان پلب می خواهیم بگویم، اگرچه خود ما می توانیم با آسانی ریسرچ بکنیم در بارش، ولی دو ستپ داره. ستپ اولش تیوری است و ستپ دومش پرکتیک است و آسکی است. دکتر سب سلطانی یادآور شدن امتحانات آسکی. شاید بعضی از شما باشیم که نمی فکر باشیم که چطور میتونین عین کار خودتان بکنین. آسان است، میتونیم. کوشش کار داره، ولی هر چیز دنیا کوشش کار داره. ولی خوشبختانه پانتون ما کوریکولمی که داریم و طریقه تدریسی که میشه و همچنان اسنادی که از طرف پانتون ما ارائه میشه برای اونها و به چی یو سی ملی باشه، چی پلاب باشه، چی در هر جای دنیا قابل قبول است. فلحاظ هم میتونیم که همین مده امتحان اشتراک بکنیم، از مراحلش تیر شویم و در
خارج کشور دکتر شیم. هدف ما از یادآوری از امتحان آسکی است که به نظر ما بهترین شبه سازی رابطه یک دکتر با مریض امتحان آسکی است، چون برای یک محصل بسیار سخت است که همیشه یعنی امو روابطی که بین مریض و دکتر است، بهترین شبه سازی همی است که امروی مریض گپ بزنیم و در دوران محصلی سخت است که امی کار ما بکنیم و بهترین طریقش همی است که از امتحانات آسکی استفاده کنیم. میتونیم امروی رفقای خود، امروی کالیگز خود، یکی مریض میشه، یکی دکتر میشه. درست است که سخت است، نمیتونیم به بهترین استانداردش رو اجرا بکنیم، ولی اگر شروع بکنیم از امیال بسیار خوب است و ما قدردانی میکنم از اینکه امتحانات آسکی در پوهنتون چراغ عملی میشه و عملی شده رئیس. و از نظر ما اگر بالا از این تاکید بکنین بسیار خوب خواهد بود. دیگه وضعیت وقت دارو نمیگیرم. تشکر از وقتتون، روزتان مبارک. سلام. مننه له دکتور میلاد همایون څخه. لومړی ژوند بخون کې الله جل جلاله دی. یو ډاکټر کولای شي چې نور ته ژوند وبخي، او یو ډاکټر کولای شي چې د مریضانو د زړه قوت شي. نگرانو محصلانو، راځئ چې موږ له هغه تکړه او ژوند بخون کې ډاکټرانو څخه اوسیږو. اوس له ښاغلی خیبر عبدیانی څخه چې د چراغ مؤسسه استوماتولوژي د پانزی څخه فارغ دی، هیله کیږي چې راشي او خپل ویناوې موږ ته وړاندې کړي. خب فکر کنم که دکتر صاحب خیبر حضور ندارن. اگر می خواهید زندگی شاد داشته باشید، زندگی خود را به یک هدف گره بزنید، نه به آدم ها و نه به چیزها. حال از محترم صدیق الله، محصل سمستر هشتم و نماینده محصلان مؤسسه تحصیلات عالی تیبی چراغ، خواهش مندیم تا به نمایندگی از کمیته محصلان ایراد سخن فرمایند. لوی او لایزال خدای په سپیڅلی نامه در څنګه مخ کې زموږ د درود میلمه پان صاحب سلطانی، د پونتون د محترم رئیس صاحب، د پونتون د ماوین صاحبانو، ماوین صاحب علمی، ماوین صاحب تدریسی، د پونځي د رئیس صاحبانو، د پونتون رهبری، استادانو، محصلونو، ورونو، خندو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. اول خو ډیر د افتخار ځای دی چې موږ تاسو په داسې یو غونډه کې ګډون کوو چې هغه یعنې زموږ نننۍ ورځ داسې ده چې ټول د دستاوردو ډکه ده، ډېر لاسته راوړنې لرو. د دغه لاسته راوړنو مبارکي ټول محصلینو ته، هغه محصلین چې فارغه شوي دي، هغه محصلین چې دلې دي، مبارکي وایم. او د هغې تر څنګ د محصل د نړیوالې ورځې مبارکي تاسو ټولو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې دلته دغه هغه محصلین چې په تخصص کې کامیاب شوي وو هغوی خبرې وکړلې، موږ او تاسې هم دغه وعده د دوی سره کوو. لکه څنګه چې مثلا دوه کاله مخکې، یو کال مخکې ډاکټر صاحب ذبیح الله ایدري لوړه نمره ویوړله او د چراغ نوم یې لوړ کړي او چراغ یې نامداره وساتئ. بیا دغه محصلینو چې نن هم موږ تاسو په وزارت تحصیلاتي عالي کې، هم په وزارت سیاحتي عامه کې، په دې دواړو امتحانو کې د هغه وعدې پر اساس موږ تاسو دلته هم لوړه نمره ویوړله. یعنې په هغه وخت کې موږ تاسو په یوازې کې او لوړه نمره درلودله، په دې ځای کې موږ تاسو په دواړو کې اوله نمره زموږ تاسو ده. موږ هم دغه وعده د دوی سره کوو چې تاسو د چراغ نوم لوړ کړی دی،
د چراغ نوم نو ساتلی دی. موږ دا وعده درسره کوو چې موږ به دا نوم دغه سرشاره ساتو، ام به د سیاتامیا او لمرګي د پونتون ته راوړو، ام به د وزارت تحصیلات عالي، ام د سیاتامیا په دواړو امتحانو کې، او ام به د اګزیټ اګزام کې، او ام به سیمیلي پاسه وو، ام به پله پاسه وو. دا زموږ دوی سره وعده ده چې تاسو زموږ نوم ساتلی دی، موږ هم د چراغ پونتون نوم دغسې لوړ ساتو. بل زه د خپلو استادانو څخه ډیره مننه کوم. اکثریت استادان نه دي راغلي چون هغه په نورو پوهنتونو کې درس لري یا مصروف و. دا د هغو نتیجه ده، د هغو کوشش دی، د هغو تشویق دی چې موږ تاسو تر دې ځایه راغلي یو. یعنی بغیر له دوی موږ تاسو هیڅ نه وو مخکې. که تاسو فکر وکړئ مثلا په اول سمستر کې چې موږ تاسو په چراغ ته راغلو، موږ تاسو اصلاً د طبابت مفکوره په هغه مفکوره باندې صحیح نه پوهېدلو، خو د دوی نتیجه وه، د دوی کوشش و، موږ احترام کوو همیشه، د دوی هغه تشویق و، د دوی هغه په اصطلاح هغه ځینې سختۍ چې پر موږ راوستلې چې موږ ریفرنس ووایو، د هغه څخه مننه کوم، او موږ همیشه قدردانی کوو او تشکر ځینې کوو. مننه. بل د محصلینو څخه مې خواهش دا دی، د ټولو محصلینو څخه، چې همیشه موږ تاسو باید د چراغ د پیشرفت دپاره کار وکړو، ځکه موږ تاسو نوم اوس که هر ځای ورسېږو، که هرې چوکۍ ته ورسېږو، زموږ او ستاسو نوم د چراغ سره تړلی وي. موږ د چراغ سره بېلېدی نه شو نور. چراغ پوهنتون ته چې راغلو، موږ د دې څخه بېلېدلی نه شو. نو باید همیشه د چراغ پوهنتون د پیشرفت لپاره کار وکړو. ولاړ شو په تخصص کې ښه نمرې ووسو، په پلب کې ښه نمرې ووسو، په اسمبلي کې ښه نمرې ووسو، په ټولنه کې. دلته اکثره زه سره وخت هم سمپیانو ته وایم چې د ملګرو ته چې چراغ پوهنتون چې دی کوچنی افغانستان دی، د هر قوم، هر ژبې، هر ولایت، حتی د اکثریت ولسوالۍ محصلین دلسته. نو موږ تاسو د دې چراغ تصویر منه، یعنی تر بر هر چا موږ تاسو د چراغ تصویر په افغانستان کې او په نړۍ کې موږ تاسو ښه وړاندې کولی شو. او بل په ډېر هغه د محصل یو بل صمیمیت دی، موږ تاسو باید یو بل سره صمیمیت ولرو، یو بل ته ورور وایو، موږ تاسو ټول ورونه یو، ورونه او خویندې یو. یعنې داسې ژوند باید وکړو لکه په فامیل کې ژوند کوو. زه تېر کال مې یاد دی، دغه دنیا ټول داسې د ارمان سره ده. هغه شهید اجرهین چې اوس موږ تاسو په منځ کې نشته، خدای دې یې وبخشي، هلته ناست و. نن موږ تاسو مابینځ کې نشته، سبا موږ تاسو هم دغسې سره بېلېږو. اوس که چا د دې شهید سره ښه ژوند کړی و، ښه وخت یې ورسره تېر کړی و، هغه به خپل وجدان ته سلامتی، یعنی خپل دی وجدان سره به خوشاله کې دا غسر خدای نه خسته یو داسې زشت خبره کړي واغې خفه کړي وو، خپل وجدان ته ملامتی. نو موږ تاسو باید د دې خپانیت واخلو چې موږ تاسو داسې ژوند سره وکړو چې سبا پر دې ژوند باندې، سبا پر دې خپل رابطه باندې پښیمانه نه یو. یعنی ښه ژوند سره وکړو، صمیمیت سره ولرو، یو بل ته ورور او خور وایو، او ورور او خور سره اوسو. یعنی داسې ژوند باید وکړو لکه ورونه. ډیره مننه، ډیرو بخښي چې بخښي. تشکر از محترم صدیق الله. دیوانه و دلبسته اقبال خودت باش، سرگرم خودت، عاشق احوال خودت باش. یک لحظه مخور حسرت آن را که نداری، راضی به همین چند قلم مال خودت باش. پرواز قشنگ است ولی بی غم و منت، منت مکش از غیر، پر و بال خودت باش. دنبال کسی باش که دنبال تو باشد، این گونه اگر نیست با دنبال خودت باش. صد سال اگر زنده بمانی گذرانی، پس شاکر هر لحظه و هر سال خودت باش. اداره موسسه تحصیلات عالی طبی چراغ در نظر دارد تا از محصلین برتر هر سه پانزده تقدیر نماید و از استاد یلدا نصری خواهش می نماییم تا اسامی ایشان را به خوانش بگیرند. به نام خداوندی که هستی را رقم زد و انسانیت را که کمال مخلوقیتش است، به لفظ لقد کرم نابنی آدم برای من یعنی انسان عطا کرد. اکنون از چهار محصل برتری که در امتحانهای طبی موفق شدند تقدیم می نماییم.
شبیر احمد، تخمینه سلطانی، میلاد امایون، دکتر رفیع الله به روی استیج تشریف بیاورند و از جناب محترم دکتر پوهان عبدالواسع سلطانی، آمر مرکز تحقیقات پانتون طبی کابل و شف دپارتمند اندوکراین شفاخانه علی آباد تقاضامندیم روی استیج تشریف آورده و تقدیرنامه های مسئولین من را برایشان تفویض نمایند. دکتر میلاد امایون، رفیع الله، جهان سپاس از دکتر پوهان عبدالواسع سلطانی و از مسئولین برتر ما. موجیم که آسودگی ما عدم ماست، ما زنده برانیم که آرام نگیریم. اکنون از مسئولین برتر که در درجه اول موفق شدن از پانزه معالجوی تقاضا مندیم روی استیج تشریف آورده و ممنون سازند. دکتر آمنه احمدی، دکتر آمنه صالح، دکتر نورینه خالقیار، دکتر صدیق الله، دکتر محمد رفیع الفت، دکتر سنیلا، دکتر فرشته، دکتر فوزیه، دکتر سید اشرف و دکتر حلیمه روی استیج تشریف بیارند. اکنون از جناب محترمه رئیس صاحب همیرا فرنگیار تقاضا مندیم روی استیج تشریف بیارند. دکتر سید اشرف، دکتر فوزیه، دکتر فرشته، دکتر سنیلا، دکتر صدیق الله، و دکتر نورینه خالقیار. از مسئولین استوماتولوژی دعوت میکنیم، از کسانی که در درجه اول قرار گرفتن روی استیج تشریف بیارن. محمد وایس، دکتر سوسن بگزاد، دکتر سودابه، دکتر بیبی مروه، دکتر سمیع الله، دکتر عاطفه و دکتر سید نهضت الله. اکنون از جناب محترم پاندوی دکتر امایون مصطفی، معاون علمی مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ، خواهشمندیم روی جایگاه تشریف آورده و تقدیرنامه ها را تفویض نمایند. دکتر نهضت الله، و دکتر عاطفه امت، و دکتر سمیع الله. از جناب محترم پاندوی دکتر امایون جهان سپاس. اکنون از محترم پاندوی دکتر طاهری، آمر انکشاف مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ، خواهشمندیم روی جایگاه تشریف بیارند. بی بی مروه، سودابه، از جناب دکتر صاحب جهان سپاس.
و از مسئولین عزیزمان و مسئولین برتری که در درجه اول قرار گرفتند در پانزه فارمسی: احمد زیا، سید محمد سلیمان، خلیل الله و محمد عثمان روی جایگاه تشریف آورده ممنون سازند. و از جناب محترم پوانیار دکتر محمد یاسین حکیمی، عامل تضمین کیفیت و اعتباردهی مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ، خواهشمندیم روی جایگاه تشریف بیارند. دکتر محمد عثمان، از جناب دکتر صاحب جهان سپاس و اکنون از پوهنیار دکتر محمد اجمل یاسین، معاون تدریسی و محصلان مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ، خواهشمندیم روی جایگاه تشریف بیارند. خلیل الله، از جناب دکتر صاحب جهان سپاس اکنون از جناب محترم دکتر نوراغا اطهر، رئیس پانزه طبی مالجوی مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ، خواهشمندیم روی جایگاه تشریف بیارند. سید محمد سلیمان از دکتر صاحب از رئیس جهان سپاس، از جناب محترم دکتر کنشکا رکا، رئیس پانزه سوماتولوژی پانزه مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ، خواهشمندیم روی جایگاه تشریف بیارند. دکتر صاحب تشریف ندارند، از معاونشان خواهشمندیم روی جایگاه تشریف بیارند. دکتر محمد حسن، و تقدیم‌نامه های درجه های دوم و سوم پانزه های معالجوی، سوماتولوژی و فارمسی را هر کدام از مسئولین میتونن از پانزه های خودشان به دست بیارن. با تشکر. خاور به استرگو ترانجه کرم، خاور به استرگو ترانجه کرم، په طواف و دو وطن ځان پروانه کرم، خکلوم به ترکانی دلالونه، خکلوم به ترکانی دلالونه، د وطن په هر ګودر به ننداره کړم، پر هرو ته به ځان پټۍ پټۍ کړم، پر هرو ته به ځان پټۍ پټۍ کړم، ښکلی ښکلی به یې جوړه کنډواله کړم. ګرانو او قدرمنو میلمنو او ګرانو محصلینو، راځئ چې لاس په لاس شو او خپل ګران هیواد په خپلو زده کړو باندې آباد کړو. له محترم پوهندوی دکتور طاهری انکشاف عمر مسلکی مؤسسه تحصیلات عالی څخه هیله کوم چې راشي او یو جمعبندي وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. اهل علم و علمان، علم الابدان و علم الادیان، مسئولین بسیار عزیز، فارغین جوان مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ و محصلین ممتاز مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ، این روز جهانی محصل برای همه شما تبریک میگم. محصلین بسیار عزیزی که اگزت اگزام را پاس کردین و در امتحان تخصص پوهنتون طبی کابل که افتخار طبابت افغانستان است و در برنامه تخصص وزارت محترم صحت عامه، و مسئولین بسیار عزیزه که در این جب اول نمره و دوم نمره و سوم و پنجم و مسئولین ممتاز هستن، این روز برای همه گتارا تبریک میگم. و پیش ما همگی شما ممتاز هستن، شما کسایی هستن که درک کردین، که درک خود شما است که کجا را برای خود تعیین کردین به خاطر سرنوشت آینده شما. مسئولین عزیز و دکتران جوان، مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ خوشبختانه از جمله
عالی‌ترین مؤسسه مطرح که در ردیف اول مؤسسات تحصیلات عالی کشور در سطح خصوصی قرار دارد، تجلیل از روز محصلین و ممتاز اخذ نمرات اول و دوم به سطح تخصص ماستری در برنامه های صحت در افغانستان خودش نمایندگی و نشانگر ازی است که مؤسسه تحصیلات عالی چراغ در ردیف اول در دفاع اول قرار دارد. مؤسسه تحصیلات عالی چراغ به اساس پیشنهادی که محصلین کردند، من سپاسگزار هستم از همگیشان از درکی که داشتند، در بروزسازی انکشاف و تجدید کوریکولوم، جذب اساتید در پوهنزه‌ها مطابق برنامه های انکشافی مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ و ارتقای ظرفیت اساتید برای ظرفیت سازی مؤسسه خصوصا در بخش علمی و اکادمیک مطابق برنامه های وزارت تحصیلات عالی مسئولیت خود را انجام میده. من سپاسگزار هستم از کسایی که برنامه را تدبیر کردن و تحلیل از روز محصل واقعا افتخار است برای شما. متوجه باشین که ما و دکتر صاحب سلطانی از جمله کسایی هستیم که 40 سال پیش دمی جایی که شما شده بودین ما شده بودیم و امیدوار هستم که همه گتان به رتبه پوهاند و پوهنوال و پوهندوی برسن و بلندترین مقام بگیرند که انشاءالله میگیرند، چون ممتاز بودن شما اینمی به اصطلاح برتریتی از این پوهنتون نشان میده. دکتر بشیر احمد گفت که در برنامه تخصص وزارت صحت کامیاب شده و تبریک برش میگم، برای فامیلش تبریک میگم، برای جامعه طبابت افغانستان، برای وزارت تحصیلات عالی، این افتخار برای وزارت تحصیلات عالی است که امروز پوهنتون‌های خصوصی به خصوص پوهنتون چراغ میتونه که بهترین شاگرد در جامعه طبابت افغانستان تقدیم بکنه. گفتن از کوریکولوم استاندارد، دقیقاً کوریکولوم استاندارد برای شما ترتیب شده یا شما مطابق کوریکولوم استاندارد که درس میخوانید، اون دکتر صاحب همایون هم گفت قبلا که امتحان پلا داده، یعنی خودش نشاندهنده از این است که وقتی که با این کوریکولوم شما برنامه تان پیش میبرین و بالاخره به خیر بچی تبابت میرسین، امی که نام دکتری را برای خود میگیرین، این در کل دنیای براتان متوجه باشین که این کوریکولوم برای تانه الگو هست، در کل دنیا هم این کوریکولوم هست. کوریکولوم هایی که در پوهنتون ها جور میشد به اساس استاندارد با کوریکولوم های بین المللی هست. پوهنتون چراغ هم کوریکولوم هایی که جور کرده کوریکولومی هست که استاندارد هست، که مثل که شما گفتین مسئله محصل محوری، مسئله او بی ای و ای سهل، مؤسسه تحصیلات عالی تی بی چراغ پارسال یک برنامه تقریبا یک ماهه داشت برای ظرفیت سازی، برای تطبیق و این میتودهای جدید تدریس. این چراغ اینجا مسئولیت خود دانست، رهبری چراغ این برنامه را در اینجا توسط اساتید پوهنتون طبی کابل دایر کرد. دکتر صاحب تامینه سلطانی، دکتر پوهان صاحب سلطانی یکی از اساتید برجسته پوهنتون طبی کابل که من افتخار دوستی را دارم و هم مسلکی را با ایشان دارم در پوهنتون طبی کابل، اینا هم از نصاب استاندارد گپ زدن. دقیقا همو گپ هست که پیشتر براتون گفتم، نصاب استاندارد است که شما را به جایگاه میرسانه و شما را معرفی میکنه در جامعه طبابت جهان، نه تنها افغانستان. مسئله اونا مسئله پی بی ال و اسکی و سی بی ال گفتن، این میتودای تدریس هست که محصل محوری است. این محصل ما در برنامه های پی بی ال و سی بی ال و اسکی نه تنهایی که مسلک یاد میگیرند، برنامه اسکی سیملت پیشن، یعنی کسی که اکت مریض میکنه. بیشتر دکتر صاحب همایون بسیار گپ خوب زد، گفت که ما محصلین بین خود هم میتونیم کمی کار بکنیم. چرا؟ به خاطر که امی که با هم دیگر شما سر بخش در مسلک خود گپ میزنین یا یکی اکت مریض میکنه،
یکی دکتر میشه، در جایگاه دکتر قرار میگیره، خود از این ظرفیت شما را بلند میبره، ظرفیتتان را بلند میبرد، در جامعه خود مطرح ساخته میتونند. متوجه باشین چیزی که امروز در جامعه افغانستان با تاسف خیلی کسا در افغانستان که از علمای بسیار بزرگ برخوردار هستن، خیلی عالی علم دارن، ظرفیت سازی شدن، ولی جرأت گپ زدن ندارن، نمیتونند که مطرح بکنند هدف خود. و در طبابت این جزء اساسی است. طبیب با دکتر باید طوری برخورد بکنه که دکتر همه مریض همه راز خود باید برای دکتر بگوید. چیزی که پیش مریض است، چیزی که در بخش صحتش یا عدم صحتش است، او را دکتر مریض بتونه برای دکتر بگوید و دکتر طوری خود عیار بسازه که امو به اصطلاح چی مریضه به خود بگیره. امو چی میگن نمی اعتماد نفس، اعتماد به نفس خود داشته باشه، این اعتماد مریض به خود جلب بکنه. دکتر سه میلاد همایون که میگن مدک اینا گفتن از کوریکولوم و خصوصا برنامه اوسکی گفتن در موسسه تحصیلات عالی تیبی چراغ، دقیقا این برنامه هست به سطح بین المللی هست. این برنامه هست که ما در این بخش ها ترین شده ایم در کشورهای جهان. البته ایره ما ژاپن بودیم و امریکا بودیم و جایا، این موضوعات در اونجا بود که یعنی این برنامه ای که امروز در پوهنتون چراغ است، در پوهنتون تیبی کابل است، این برنامه کلش جهانی و استاندارد است. دکتر سیبه که صدیق الله نماینده مسئولین پوهنتون تیبی چراغ، دقیقا دکتر سیب صدیق الله از شخصیت های بسیار نازنین و یک محصل بسیار ناب یا محصل بسیار خوب موسسه تحصیلات عالی تیبی چراغ است. شما همگی خوب هستن، ولی کسایی هست که میخواین در پوهنتون خود مطرح بسازن و پوهنتون خود به سطح جامعه افغانستان به شکل جامعه در طبابت جامعه افغانستان مطرح کنه پوهنتون خود. دکتر سیب صدیق الله از همون جمله هستن. اینه متوجه باشین که هر حرکت مثبت شما سبب انکشاف شما و موسسه شما میشه. بیشتر کی بود؟ یکی از استادا دکتر سیب همایون گفت که تا زنده هستین از کجا فارغ شدین؟ از پوهنتون چراغ. تا زنده هستیم از کجا فارغ شدیم؟ از پوهنتون تیبی کابل. متوجه باشین که اولین افتخارتان موسسه‌تان است. بناهن برای از این که اینمی افتخارات بیشتر شود، نیاز به همکاری شما هست. هر نوع انتقاد داشته باشین ما میپذیریم، به خاطر که انتقاد شما برای بهبود است، به این شک نیست. هر انتقادی که شما میکنین برای بهبود ما است، برای بهبود موسسه است، برای بهبود پانتون است. کسایی که فارغ شدن در بهترین جایا قرار دارند، موفقیت‌های بیشتر برای همگیشان هم می‌خواهیم. کوشش بکنند از چیزهای کنجا می‌آموزند یا ظرفیتی که خودشان داره که بالاتر از اینجا در چراغ بهتر مثال متوجه بعض نقاط نیستیم. در این مجموع مایتون نیست که جامعه الکمالات هستیم. جامعه الکمالات وقتی شده میتونیم که شما با ما همکار باشید، محصلینی که دکتر سیبایی که فارغ شدن و شمایی که هستین، کلتان نخبه ها هستین، همه گیتونه. تا همکاری شما نباشد ما هیچ چیز نیستیم. شما هستن که ما هستیم که پوهنتون ساخته میشه. بنابراین از انتقاداتتان ما هیچ حراس نداریم. انتقاداتتان بیخی هر جایی که شما انتقاد میکنین، انتقاد بجا باشه، انتقاد مثبت باشد، در موسسه تحصیلات عالی با پیشانی باز، با پیشانی گشاده پذیرفته میشه. یک دکتر سیب انتقاد کردن از کارهای عملی بجا هست انتقادشان. شاید دکتر سیمه می تو احساس کرده باشد در کدام جایی که رفته. ما نمیگیم که چرا انتقاد کرده، حق داره انتقاد بکنه. اینمی انتقاد است که ریاست موسسه، معاونت علمی، معاونت تدریسی و رئیس پوهنزه‌ای با خود مسئولیت میگیره، باید بگرده پشت از این مشکلی که محصل از این مشکل خلاص شد. دقیقاً چیزی که شما را میرسانه کار عملی است. دقیقاً چیزی که شما را میرسانه کار عملی است. چیزی که شما
به خود واقعا تو را به خود مینازن، اون مو وقتی است که در کار عملی یاد میگیرین شما. و این بخش ما از رئیس به پانزده خواهش میکنم که در بخش کارهای عملی با شما همکار بسیار خوب باشه. یک تن از محصلینه که دیروز پیش ما آمدن در هند رفته بودن که من نمیفهم چرا حالا نامده، گفت که ما چهار نفر از محصلین موسیت از پانتون تیبی چراغ بودیم که در هند رفتیم، یک امتحان اونجا پاس کردیم و در شفاخانه جی پی گفت ما در اونجا هر چهار ما پذیرفته شدیم به حیث دکتر. حتی معاش خود گفتن که به چی مقدار معاش، ما را گفتن شما در اینجا کار کرده میتونید. این کلش افتخارات شما هست، افتخارات همه موسسه هست، افتخارات وزارت تحصیلات عالی هست. ما از این تریبیون میگم، ما از وزارت تحصیلات عالی خواهش میکنم که در قسمت ظرفیت سازی پوهنتونای خصوصی توجه جدی بکنند. مشکلات ها در هر جای وجود داره، متوجه باشید. من 20-25 سال در پوهنتون تیبی کابل بودم. جناب پوهان سب سلطانی در پوهنتون تیبی کابل است. اینطور هم نیست که کلگی پوهنتون ها جامعه کمالات از دیگه تکمیل است همه چیز. اونجا هم خیلی مشکلات ها وجود داره. شما میفهمین اونجا که مشکلاتش به خاطر چی زیاد است. کلی چیزا مربوط دولت است. دولت هم در همه چیزا رسیدگی کرده نمیتونه. ولی بسیاری چیزایی است که پوهنتون چراغ رسیدگی میتونه در. ما از وزارت تحصیلات عالی خواهشمند هستم در قسمت ارتقای ظرفیت اساتید، در قسمت بورسا از طریق بورسا قصیر المدت یا طویل المدت، و در قسمت ترفیع اساتید پوهنتون موسسات تحصیلات عالی خصوصی بخصوص موسسه تحصیلات عالی تیبی چراغ توجه جدی بکنه. موسسه تحصیلات عالی تیبی چراغ بعد از پوهنتون تیبی کابل یگانه موسسه است که به نام موسسه تیبی یاد میشه، و در این ضعف و سالنگاری دید ضعیف در این قسمت اشتباهی بسیار بزرگ است که مسئله را باید وزارت تحصیلات عالی توجه خود بکنه و این مشکل را باید حل بکنه. ما در آخر از تاکید همه محصلین که در اینجا آمدن، فارغایی که بودن یا کسایی که سخنرانی کردن، بالای محصل محوری گپ زدن و سر اکتکا کردن سر مسئله محصل محوری، خواهش ما از شما همی است که در تمام برنامه های محصل محوری پی بی ال، سی بی ال، اوسکی، او بی ای و ای سی ال لطفاً با اداره تان همکار باشه. لطفاً امو ساعت درسی تان فراموش نکنند. شما امروز میلاد همایون، دکتر میلاد همایون دیدن گفت براتان دیگر که در دنیا گپ چی است. عادی نگیرند، هر لکچره که دستن میرن لطفاً عادی نگیرند، بخصوص کسی که طبیب میشه. هر کاری که عملی میرن لطفاً عادی نگیرند. وقتی که از خانه میبراین متوجه باشین که سر شما سرمایه گذاری میکنه فامیلای شریفتانه. من از فامیلای تک تک شما سپاسگزار هستم، واقعاً برشان تبریک میگم. موفقیت های همه گی تک تک شما را برشان تبریک میگم. امی که در موسسه چراغ بسیار با آبرو آمده اند، درس میخوانند، زندگی میکنند، و این افتخارش واقعا به فامیلایتان هست. از تک تک فامیلایتان هست که در قسمت انکشاف شما، در قسمت تحصیل شما رول داشته، اظهار سپاس میکنم. تشکر از همگی شما. موفقیت های بیشتر بیشتر در طول زندگی برتان میخوانم. موفقیت پایان مسیر نیست. شکست هم انسان را نابود نمی سازد. این شجاعت ادامه دادن است که اهمیت دارد. و در اخیر از تلویزیون تیبی چراغ، بخش اداری، بخش اکادمیک موسسه در برگزاری برنامه اظهار سپاس می نماییم و از حوصله‌مندی تک تک شما خوبان تشکری می نماییم. متبقی روز خوش و سلام. لپاملرن ما یونری مننه.